از ناحیه مقدسه وجود نازنین امام معصوم علیه السلام توقیع صادر شد به شرف جناب محمد ابن علی ابن هلال کرخی. برای ایشان توقیع صادر و امام با این شخصیت درد و دل کردند، فرمودن یا محمد ابن علی قد آزانا، آقای محمد علی ما را اذیت می کنند. کیا؟ قد آزانا جهلاء و شیعه و همقاء و هم، نادانهای شیعه ما را اذیت می کنند. نکنه نادان شیعه باشن که امامم رو دارم اذیت می کنند. بعد می فرماید نادانهای شیعه کیا هستن؟ من دینه جناح البعوزه ارجه منه، کسانی که بال پشه از دینداری اونا ارزشش بیشتره. این مال بهائیان نیست، این مال یهودیان نیست، این مال آدم هاییست که منتسب به اهل بیت هستن. ولی امام بهشون نمیگه مستضعف، بلکه بهشون میگه چی؟ نادان. میگه من از ناحیه نادونای شیعه اذیت میشم. اینایی که نماز میخونن، اینایی که روزه میگیرن، اینایی که تدین دارن، اما بال پشه ارزشش از دینداری اینا بیشتر. نکنه ما جز اینا باشیم و امام زمان از ما ناراحت، ما هم این خیالمون نیست، بگیم پسر فاطمه فدات بشیم. اینا کسانی هستن که کمترین اطلاع رو از معارف دین ندارن، اینا کسانی هستن که معارف دین رو باور ندارن، جدی نمیگیرن، اصلا جدی نمیگیرن. اینا کسانی هستن که 40 سال زندگیشو یک جوره، از نظر دینی نه از نظر مالی. 40 سال پیش هم که نماز میخوندن به سختی میخوندن، الان هم به سختی میخوندن، هنوز عاشق نشدن، هنوز اعمال عبادی برای اینا تکلیفه، یعنی کار سخته. اینها در 40 سال 50 سالی که سن بلوغشون هست هیچ لذتی نبردن از دین، فقط یک سری اعمال رو انجام دادن که به جهنم نرن و شاید هم نرن. امام از اینا خوشش نمیاد و از اینا تعبیر به مستضعف نمیکنه، چون اگه به تعبیر مستضعف میکرد نمیگفت دیگه اینا من اذیت میکنن. مستضعف دیگه بیشتر از این زش نمیاد، بیشتر از این نمیفهم، میگه جهلا نادان. این میتونه بفهمه ولی نمیخواد بفهمه. هر کسانی هستن که دستشو رو گوش، اینو نمیتونی بیدار کنی، خطر داره. اینا در دینداری مثل ماهی میمونن، سرن هر جایی که بخان سر میخورن، متفرقشون با ماهی در اینه، هر جا بخان سر. عنوان سخنم در این جلسه نورانی شباهت‌های عاشورا و عصر انتظار است. می‌دانید رابطه بسیار نزدیکی بین عاشورا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، میان سید الشهدا و وجود مقدس بقیت الله ارواح نافدا است. سخن رو با یک روایت آغاز کنم. این حدیث در کتاب با عظمت مناقب ابن شهرآشوب است که این روزها بزرگ داشت این عالم بزرگ شیعی است. بیش از 800 سال از وفات این عالم نامدار شیعی می گذرد. ایشون در مناقب این حدیث رو از امام سجاد سلام الله علیه نقل فرمودند. امام سجاد از پدر بزرگوارشون سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به فرزندشون فرمودند یا علی، یا ولدی، فرزندم علی ابن الحسین، به خدا قسم. سید الشهدا سوگند خوردن، قسم جلاله، والله به خدا قسم خون من آرام نمیگیرد تا خداوند مهدی رو، ظهور مهدی سلام الله علیه رو مقرر فرماید. بنابراین رابطه بین امام زمان سلام الله علیه و سید الشهدا رابطه بسیار شدید و عمیقی است. این که در دعای ندبه میخوانیم عین الطالب و بدم المقتول به کربلا، عین المنصور علی من اعتدا علیه وفترا. و باز در روایت دیگری که در یکی از کتابهای بسیار قدیمی ما مثل مزار عالم بزرگ ابن مشهدی آمده است، در زیارت جامعه، غیر از جامعه کبیره، جامعه کوتاهی است، در سلام به امام زمان سلام الله علیه میخوانیم السلام علی الامام العالم الغائب عن الابصار
و الحاضر فی الامصار به امام زمان سلام میدیم تا میرسد به این جمله الذی یظهر فی بیت الله، سلام بر اون امام زمانی که در خانه خدا در مسجد الحرام ظهور میکند و ینادی ندا میدهد. در زیارت امام زمان این چنین میخوانیم سلام بر اون امامی که وقتی ظهور میکند ندا میدهد یا لثارات الحسین، کجاین اونهایی که آماده انتقام از خون مقدس سید الشهدا هستند. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است، فرمودن نه تنها این شعار شعار امام زمانه، یاران امام زمان، اصحاب امام زمان، اونها هم فریاد میزنن یا لثارات الحسین. در روایت دیگری هست توابین که بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام قیام کردن، شعارشون یا لثارات الحسین بود. با این رابطه شدید و عمیق امام زمان سلام الله علیه و عاشورا، عنوان سخنم شباهت‌های عاشورا و عصر انتظار امام زمان سلام الله علیه، این دورانی که ما در آن قرار داریم. در این فرصت کوتاه به سه شباهت اشاره می کنم. شباهت اول هم عصر غیبت و انتظار ظهور امام زمان سلام الله علیه و هم عصر قیام سید الشهدا عصر آزمایش بود. در روایت هست امام صادق سلام الله علیه فرمودند در عصر غیبت لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا. در عصر انتظار، در عصر غیبت، مردم باید امتحان بشن، یمیزوا، از هم جدا بشن، منتظرین واقعی و غیر واقعی از هم جدا بشن، و یغربلوا، غربال بشن، و یخرج من الغربال خلق کثیر. امام فرمودن از این غربال خیلی ها بیرون میان، خلق کثیر. عصر غیبت، عصر انتظار، عصر آزمایش است. عصر عاشورا دوران قیام سید الشهدا سلام الله علیه هم عصر آزمایش سنگین امت اسلام بود. میدانید خیلی ها به ائمه اعتراض میکردن چرا قیام نمی کنید؟ چرا دست به شمشیر نمی برید؟ چرا ظهور نمی کنید؟ چرا ظهورتون رو در جامعه نشان نمی دهید؟ فراوان شنیده اید شماها به امام مجتبی سلام الله علیه تندی می کردن، امام مجتبی رو سرزنش می کردن، چرا قیام نمی کنید؟ چرا صلح می کنید؟ اما اون روزی که سید الشهدا سلام الله علیه قیام کرد، یخرج من الغربال خلق کثیر، خیلی از این غربال بیرون آمدن. چند نفر باقی موند؟ مگه شماها نبودید که حدود 20 سال دوران امامت امام مجتبی، دوران امامت سید الشهدا اعتراض می کردید آقا قیام کنید، ظهور شما، ما منتظر ظهوریم، ما منتظر قیامیم، شمشیر زنان فراوانی در رکاب شما آمادن، چرا قیام نمی کنید؟ سید الشهدا که قیام کردن، مردم امتحان شدن، جدا شدن، و خیلی از این غربال افتادن. 72 نفر در رکاب سید الشهدا ماندن. می دانید کسانی که با امام حسین بودن سلام الله علیه سه دسته بودن. عده اونایی که از مدینه با امام راه افتاده، دسته دوم کسانی که از مکه به امام ملحق شدن، دسته سوم کسانی که بین راه مکه تا روز عاشورا به امام ملحق شدن. عزیزان من با این تاریخ ها آشنایید. سید الشهدا سلام الله علیه 27 رجب از مدینه آمدن بیرون، یه عده از اونجا با امام همراهی کرد، 3 شعبان رسیدن مکه، تا 8 ذی‌حجه حدود 4 امام در مکه بودن، یه عده در مکه به امام ملحق شدن، 7 ذی‌حجه خطبه خوندن، 8 ذی‌حجه از مکه آمدن بیرون تا عصر عاشورا، عده‌ای تو این مسیر به امام حسین ملحق شدند. اما کسایی هم که با امام حسین نبودند، اونا هم 3 بودند. یه عده از کوفه آمدند در برابر امام ایستادند. یه عده با امام بودند، بین راه از امام جدا شدند. وقتی خبر شهادت مسلم سلام الله علیه آمد، عده‌ای هم در این مسیر از امام جدا شدند. شنیده اید؟ و
بعضیا عصر عاشورا از امام حسین جدا شدن؟ شنیده اید؟ ببینید در تاریخ‌های قدیمی مثل الکامل فی التاریخ، مال بیش از 1000 سال پیش این تاریخ، می نویسد روز نهم محرم، نهم، دو نفر آمدن خدمت امام حسین سلام الله علیه به نام ضحاک ابن عبدالله مالک ابن نظر، گفتن آقا آمدیم سلامی، عرض سلام و ارادتی و یک خبر، تمام کوفه علیه شما آماده شدن، 1000 نفر میان در کربلا. سید الشهدا فقط یک جمله فرمود، یک جمله، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، فرمودن حسبی الله و نعم الوکیل. بعد فرمودن شما چه میکنید، با منید یا نه؟ مالک ابن نظر گفت نه آقا، ان علی دینا ولی عیال، من زن و بچه دارم، من گرفتاری دارم، من کار دارم. ضحاک ابن عبدالله گفت منم همین مشکل رو دارم، ولی میمانم با شما به شرطی که کشته شدن من از شما دفع خطری کنه. ادامه گزارش رو خودش میگه، میگه من موندم شب عاشورا، روز عاشورا، عصر عاشورا، همه به شهادت رسیدن، دو نفر به میدان رفته، نوبت به میدان رفتن دو نفر بود و من 3 نفر، من به میدان رفتم، مدتی جنگیدم، یکی دو نفر رو از پادر آوردم، یکی دو نفر رو مجروح کردم. سید الشهدا تشویقم میکردن لا تشلل لا قطع الله یدک، اما یه مرتبه یاد قرار خودم افتادم، برگشتم خدمت امام، گفتم آقا ما دیروز با هم قرار گذاشتیم، آیا اگه من کشته بشم شما زنده میمانید؟ فرمودن امروز روز شهادت منه. گفت آقا پس برای چی اینا منو بکشن؟ اینا آمدن شما رو، چرا منو به قتل برسن؟ چرا من کشته بشم؟ ضحاک ابن عبدالله مشرقی عصر روز عاشورا جدا شده از سید الشهدا. خیلی از ما سوال میکنن این همه گزارش کربلا رو، جزئیات شب عاشورا، روز عاشورا رو کی نقل کرده؟ یکی از کسانی که نقل کرده همین آدمه، شب عاشورا بوده، روز عاشورا بوده، عصر عاشورا برگشت. بنابراین عصر انتظار امام زمان، عصر آزمایش، دوران قیام سید الشهدا سلام الله علیه هم آزمایش سنگینی بود. جمع کمی در این آزمایش روسپید شدن، یخرج منها خلق کثیر، خلق فراوانی در این امتحان مردود شدن. این شباهت اول عاشورا و عصر انتظار. در عصر امام زمان هم همینه، در عصر امام زمان سلام الله علیه هم خیلی ها ادعا دارن ولی بعد از ظهور حضرت جدا میشن. من روایت بخونم، شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد می نویسد، کتاب با عظمت ارشاد از تألیفات شیخ مفید، می نویسند وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور می فرمایند، عده‌ای به امام زمان میگن، به امام زمان میگن، میگن ارجع من حیث جئت فلا حاجت لنا فی بنی فاطمه، از همون رایی که آمدی برگرد، ما نیازی به فرزندان زهرا نداریم. شاید بعضیا به ذهنشون بیاد خب این حرف مال دشمنان امام زمانه، مال کفاره، مال منافقینه. نه، ادامه ی روایت رو بخونم، کیا میگن؟ روایت این است، خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، کسانی از امام زمان جدا میشن که فکر میکردن امام زمانی هم. کسانی از امام زمان در عصر ظهور حضرت جدا میشن که در عصر غیبت فکر میکردن امام زمانی هم. کما اینکه کسانی از امام حسین سلام الله علیه جدا شدن که در عصر انتظار قیام سید الشهدا فکر میکردن حسینی هم. امتحان سنگینه، مواظب باشیم. این شباهت اول. شباهت دوم عصر غیبت، عصر انتظار امام زمان سلام الله علیه و عصر عاشورا و دوران عاشورا این است که عصر امام زمان، عصر ظهور حضرت ولی از ارواح و نافدا، بسیاری با رنگ دین به جنگ امام زمان علیه السلام میان، همونطوری که در دوران سید الشهدا هم همین بود. کسانی که با امام حسین جنگیدن، عده‌ای به اسم دین جنگیدن، با نگاه غلطی که به امامت و رهبری جامعه اسلامی و جامعه دینی داشتن. من بعضی از نمونه هاشو براتون نقل کنم، این حرفایی که میگم در مصادر قدیمی ما هست، مجال نیست من یکی یک مصادر رو بگم. شخصی میگوید من در مسجد الحرام بودم،
سالی گذشت از حادثه کربلا، یک سال گذشت. در مسجد الحرام دیدم یه کسی کنار دست من نشسته، داره با خدا راز و نیاز میکنه. حادثه کربلا سال 61 بود، سال 62، یک سال گذشته بود. کسی کنار دست من مناجات میکنه، ببینم چی میگه. گوش کردم، دیدم میگه اللهم، الله اکبر، میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف. خدایا تو میدانی من آدم شریفی هستم، آدم متدینیم، ولکنی کنت مأمورا و معذورا. مأمور بودم یه کاری رو انجام دادم و مأمور معذوره. یه گوش کردم دیدم حرف خیلی عجیبیه، کیه این آدم؟ نگاه کردم شناختم، دیدم شمره، قاتل سید الشهدا علیه السلام. گفتم حیا نمی کنی؟ تو سال گذشته سید الشهدا فرزند رسول الله رو کشتی کنار کعبه. میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف، من آدم شریفی هستم، خدایا تو میدانی. جواب داد، ببینید، با رنگ دین، به بهانه کار دینی جواب داد. گفت بله، دلیل این که من خودم رو شریف میدانم چون امیر المؤمنین به ما فرمان داد. یزید فرمان امیر المؤمنین بود، اگر مخالفت میکردم با فرمان امیر المؤمنین خودم، کنت شرن من هاده الخمر سقا، از این شترانی که کارشون آب کشیه از اونها پستر بودم. کدام امیر المؤمنین؟ نمونه دوم، سید الشهدا سلام الله علیه وقتی میخوان از مکه بیان بیرون، هشتم ذیحجه، والی مکه عده‌ای رو فرستاد مانع خروج امام حسین از مکه باشه، نگذاره امام حسین از مکه برن بیرون، نگذاره امام حسین و یارانشون از مکه بیرون برن به طرف کربلا. وقتی میخواستن مانع امام بشن این جمله رو گفتن، گفتن الا تتق الله، به امام حسین میگفتن از خدا نمیترسی؟ تخرج عن الجماعه و تفرق بین هذه الامه، از جماعت مسلمان ها جدا میشی، بین امت اسلامی تفرق ایجاد میکنی، به اسم دین، به اسم جدا شدن از جماعت اسلامی و جماعت مسلمین. نمونه سوم در همه منابع تاریخی آمده، وقتی جناب مسلم سلام الله علیه رو دستگیر کردن، به کاخ ابن زیاد آوردند، ابن زیاد به جناب مسلم میگفت، میگفت خرجت علی امامک، چه مجوزی علیه امام خودت خروج کردی و قیام کردی؟ چرا جماعت مسلمان ها رو به هم زدی؟ با رنگ دین؟ کدام امام؟ میدانی تو این دوران فراوان تبلیغ می کردن که باید با امام مسلمین همراه باشیم، از جماعت مسلمین جدا نشیم، مخالفت با امام حرامه. کدام امام؟ درسته این حرفا حرفای خوبیه، آدم باید با امام مسلمین باشه، از جماعت مسلمین جدا نشه، اما کدام امام؟ امامی که در غدیر معرفی شد یا نه اون امامی که می رسد به یزید می شود امیر المؤمنین، معاویه می شود امیر المؤمنین. به قول سنایی شعر بسیار زیبایی داره در 3-4 بیت پرونده یزید و معاویه و جنایات اونها رو معرفی کرده. شناسنامه معاویه، پدرش، مادرش، فرزندش، او امیر المؤمنینه. یه داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سکس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او در دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان. مادر او جگر عم پیامبر بدرید، هند جگرخوار. او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، خود معاویه. پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، یزید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی، شرمت با. لعن الله یزیدن و علا آل یزید. این امامته؟ این رنگ دینی بهش میدین؟ به اسم این که ما دنبال امیر المؤمنین اومدیم، از امام پیروی کردیم، نباید جماعت اسلامی رو به هم زد، جمع مسلمان ها رو به هم زد. متاسفانه 50 سال گذشت از رحلت نبی مکرم اسلام. سال 10 هجرت رحلت خاتم الانبیاست، سال 60، اول 61
قیام سید الشهدا علیه السلام، در این 50 سال اون چه خواستن در انحرافات فکری و دینی و اعتقادی مردم تلاش کردن، مفاهیم ارزشمند دینی رو عوض کردن. بله، اطاعت از امام واجبه، ما هم میدانیم. همراهی با جماعت مسلمین واجبه، ما هم میدانیم. مخالفت با امام حرامه، بله، ولی کدام امام؟ سید الشهدا سلام الله علیه رو کشتن به قول شاعر، و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك تکبیرا و تحلیلا. امام حسین رو به شهادت رسندن در حالی که تکبیر هم گفتن، در حالی که الله اکبر رو کشتن، لا اله الا الله رو سر بریدن و تکبیر گفتن. مخالفت در کربلا با رنگ دینی بود. در عصر انتظار امام زمان باید مواظب باشیم، چون در عصر ظهور باز این مشکل هست. روایت بخوانم از امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی که از مصادر قدیمی ما هست، امام علیه السلام فرمودند: اذا قام المهدی، وقتی امام زمان سلام الله علیه قیام میکنن، استقبل من جهلت الناس اشد مما استقبله رسول الله. امام زمان وقتی قیام میکنند، از عده جاهلا، اونایی که دینو به نگاه خودشون تفسیر میکنند، بیش از اون چه پیامبر صدمه دیدن و اذیت شدن و مخالف داشتن، بیش از اونها مخالف دارن. تعجب کردن، چرا یبن رسول الله؟ حضرت فرمودن: ان رسول الله اتى الناس و هم یعبدون الحجاره. روزی که پیامبر خدا بعثتشون آغاز شد، ظهور بعثت بود، اتى الناس و هم یعبدون الحجاره، مردم دنبال بت پرستی بودن، سنگ می پرستیدن. اما وقتی امام زمان سلام الله علیه قیام می کند، یتعولون علیه کتاب الله و یقاتلونه. اونایی که با امام زمان مخالفت می کنند، با چی مخالفت؟ بت پرستی؟ نه. با چوب پرستی؟ نه. مسیحیان و زرد اونا؟ نه، اونا حسابشون جداست. نه، ادهی با قرآن با امام زمان می جنگه، با تفسیری که خودشون از قرآن دارن. میگن تفسیر ما صحیحه، نگاه ما صحیحه، نگاه شما غلطه. یقاتلونه، اینا با امام زمان می جنگن به اسم این که این تفسیر درسته. دوران سید الشهدا با رنگ دینی با امام حسین جنگیدن. در عصر ظهور ولیعصر ارواح نافدا به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم تفسیر. این است که باید مواظب باشیم عزیزان من، خودمون رو تسلیم قرآن، تسلیم نگاه صحیحی که اهل بیت علیهم السلام از قرآن برای ما داشتن. چرا پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی؟ همون طوری که کتاب الله اسمت داره، اطرت معصومند. اگر نگاه تفسیر قرآن از نگاه اسمت نشد، همون مخالفت با امام زمان سلام الله علیه است. من شباهت سوم رو بگم. شباهت سوم اینه: در عصر امام زمان سلام الله علیه، در عصر انتظار و ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا، دعوت و انکار دعوته. در عصر سید الشهدا سلام الله علیه هم دعوت و انکار دعوت. فراوان شنیده اید 18,000 نفر به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن، گفتن ما آماده ایم آقا بیا. 18,000 نامه نوشتن. دروغ میگفتن؟ نه باور کن. نه نه، دروغ نمیگفت. مردم کوفه دروغ میگفتن؟ نه. مردم کوفه این مقدار هم که ما مذمتشون میکنیم شایسته مذمت نیستن، راست میگفتن. 18,000 نامه رو واقعا نوشتن، دروغ نمیگفتن. ولی کوفه 3 دوران داشت. دورانی که حاکم کوفه نعمان ابن بشیر بود، آدمی که کاری نداشت به حوادث سیاسی شهر، نامه نوشتن اونم کاری نداشت. دوران دوم مسلم آمد سلام الله علیه، اینا گفتن ما آماده جانفشانی هستیم و راست میگفتن. مشکل کجا بود؟ دوران سوم دورانی بود که ابن زیاد آمد. از ابن زیاد ترسیدند. 18,000 نامه به امام حسین تبدیل شد به 1,000 لشکر در برابر. البته در تاریخ هست
بسیاری با ترس رفتن، بسیاری رو مجبور کردن، عده‌ای رو با طمع مادیات. عصر عاشورا ببینید این جمعیت در قیام کربلا، دعوت و انکار دعوت. امام حسین فرمود این نامه های شما نیست، نامه های شما نیست، مواظب باشیم. در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه هم اشاره کردم به روایت، عده‌ای منکر دعوت میشن. اینا اجمالی بود از شباهت های قیام سید الشهدا علیه السلام و عصر انتظار و ظهور ولی از ارواحنا فدا. آمادگی های خودمون رو بیشتر کنیم، خودمون رو تسلیم امام قرار بدیم، تسلیم مبانی دینی قرار بدیم. اگر امام علیه السلام از ما جان خواست، اگر مال خواست، اگر همه هستیمون رو خواست، آماده فداکاری و ایثار باشیم. به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار می‌فرمودند ما زیارت می‌خونیم، جامعه کبیره می‌خونیم، به امام زمان می‌گیم، به امام حسین می‌گیم، به امام رضا می‌گیم. چی می‌گیم؟ می‌گیم امام زمان به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. آقا جان، پدرم، مادرم، هستیم، خانه‌ام، کاشانه‌ام، همه به فدای شما باد. این استاد بزرگوار می‌فرمود مواظب باشید راست بگید. به امام زمان میگیم پدرم، مادرم، هستیم، جانم، مالم، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و همه به فدای شما بود. همین جوره تعبیر این استاد بزرگوار بود، میفرمود من که اینجوری به امام زمان میگم، آیا در مال خودم اون وظیفه شرعی رو انجام میدم؟ آیا راست میگم؟ از خدا میخواهیم این آمادگی در جامعه ما، نمیخوام این بحثم خدای نکرده ذره ناامیدی در دلها ایجاد کنه، نه، امید همراه با اعتقاد، همراه با باور و همراه با تلاش بیشتر. در کربلا بودن کسانی که ایستادن شب عاشورا به امام حسین گفتن والله به خدا قسم اگر عمر جاودانه داشتیم دست از شما بر نمی داشتیم. اینا منتظر واقعی قیام امام حسین بودن، اینا منتظر واقعی ظهور قیام بودن، اینا منتظران حقیقی قیام سید الشهدا بودن. به امام حسین گفتن لقد من الله، خدا بر ما منت گذاشته که می توانیم در راه شما جانبازی کنیم. صبح عاشورا گریه می کردن دو پسر عمو. آقا فرمودن چرا گریه می کن؟ گفتن آخه یک جان چه قابل که در راه شما تقد. این که در بعضی از مقاتل آمده بدنهای بی سر حرکت کرد، یعنی اگر روح به بدن ما برگرده ما باز هم فدا کن. اینا راست می گفتن، اینا منتظر قیام بودن، اینا منتظر ظهور بودند. اما یخرج من الغربال خلق کثیر، خلق فراوانی در این امتحان نمره خوبی نیاورد. السلام علیک یا ابا عبد، بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو، اجر هزار عمره و حج در طواف تو، ای مروه و صفا به فدای صفای تو. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. ما را همه حسین گدایی حساب، آخر کجا رود به جز این در گدای تو. با گفتن رزن به قضائک به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضای. برخیز، برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخوان، برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخوان، ای من فدای اون سر از تن جدای تو.